دقیقا من هم در دانشگاه به این انسانها ولو معدود و کم برخوردم و هم وقتی که در حوزه علمی قم تحصیل می کردم به این انسانها و بعضی از جملات این انسانها برخورد کردم و درم مؤثر بوده و کاملا قبول می کنم سخن شما رو و اینا کم هم نیستن که در زندگی من مؤثر بودند. و در دانشگاه مثلا من خیلی تحت تأثیر مرحوم دکتر مهرداد بهار پسر ملک و شعرهای بهار بودم، خیلی تحت تأثیر دکتر عبدالحسین زرینکوب بودم که اینا بعضی از جملاتشون خیلی در من نافذ افتاد، بیشتر از آموزه‌های رسمی دانشگاهی که خیلیش از حافظم گریخته و اونایش هم که در حافظم مونده خیلیش به زندگی من هیچ رنگی نداده، جلایی نداده، تأثیری نداشته، ولی داشتم. در قم هم که بودم همینطور، بعضی از اساتید بعضی وقتا یک جمله شون خیلی مؤثرتر بود از همه درس های مدرسی که ازشون یاد می گرفتیم. این رو من خدمتون عرض بکنم. یادم میاد که وقتی من در قم بودم یکی از اساتید ما جمله نقل کرد از امام فخر رازی که امام فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب خودش، من به نقل از استادمون میگم، در تفسیر مفاتیح الغیب خودش یا به تعبیری تفسیر کبیر خودش گفته است که در ذیل تفسیر این آیه که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، گفته است که اگر در یک حادثه همه نسخ قرآن بسوزند و نابود بشن و فقط این آیه در بین اوراق قرآن فقط این آیه باقی بمونه، همین آیه عرض کنم که مربوط میشه به تنهایی ما در واقع، توجه میکنی؟ اون وقت امام فخر رازی گفته است که من معتقدم همین برای تنبه آدمی کافی، همین آیه که بلغت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، این برای تنبه آدمی، یعنی میخواد امام فخر رازی بگه اگر با تمام وجود تنهاییت رو احساس کردی و فهمیدی که هیچ کس مسئولیت اعمال تو رو بر عهده نمیگیره و فقط خودتی که باید مسئولیت همه چیز رو بر عهده بگیری، امام فخر در واقع گویا معتقده که این کفایت میکنه برای اینکه سر به راه درستی بگذاری و درستی پیشه کنی. خب من خودم یادم میاد وقتی از استادمون این جمله رو شنیدم خیلی در من مؤثر افتاد، یعنی در واقع عمق احساس تنهایی میتونه خودش رستگاری بخش باشه، خودش نجات بخش باشه. این من فکر میکنم خیلی جمله مهمیه. غرضم اینه که بله، از این نوع چیزها در زندگی من هم وجود داشته، ولی خب همش چیزی بوده که از دیگران یاد گرفتم، آموختم. استاد نقطه خیلی مهمی فرمودید که آدم مثلا یا شاگرد از اساتید شاید مثلا فاصله نظری داشته باشه، یعنی مثلا اختلاف فکری داره یا بعدن مثلا اختلاف فکری داره، ولی از این چیزهای معنوی و روحی و اخلاقی همیشه یعنی يحترم الاستاذ يقدره في هذا الجانب، يعني فرق قائل بين الجزائر. بله دقیقاً همینطوره. و من فکر میکنم که اون چیزی که بیشترین تأثیر در زندگی ما داره همین گزیدگویی هایی است که بعضی از اساتید خارج از نظام تدریس و تعلیمشون به ما یاد میدن. دارن به ما ریاضیات درس میدن ولی سر بلند میکنن یه جمله‌ای به ما میگن. دارن به ما فرض کنید که مثلا فیزیک درس میگن، تاریخ درس میگن، ولی یه تک جمله ای میگن و این تک جمله خیلی اثر گذاره. همین جمله ای که من الان داشتم نقل میکردم که حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت نویسند، این واقعا جمله خیلی مؤثریه. این که نقل دیگران رو بکنم بر من نفعی نداره، من باید خودم برسم به چیزی. این که دائما بگم که فلان عارف این کارو کرده، فلان زاهد این کارو کرده، فلان عابد این کارو کرده، فلان مؤمن این کارو کرده، فلان پیامبر، فلان بنیانگذار دین و مذهب،
اینا رو نقل بکنم بر من چیزی نداره، خودم باید یه کاری انجام بدم. خب اینا جملات خیلی نافذی هن که میتونن بیشتر از یه حادثه غیر عادی زندگی آدم رو متحول کنن.